سلام به همه کنکوری عزیز، موسوی هستم، مدرس فیزیک. توی این ویدیو با هم دیگه آزمون 18 مهر قلمچی پارسال رو با هم دیگه حل می‌کنیم. سرفصل این آزمون مطابق آزمون 23 مهر و برای آمادگی آزمون 23 مهر این مناسب‌ترین گزینه هستش. خب سوال یک رو با هم دیگه بخونیم. نمودار مسافت بر حسب زمان رو بهمون داده، میگه روی خط راست حرکت می‌کنه. میگه کدوم نمودار نمیتونه معرف نمودار مکان زمانش باشه؟ خب در مورد این سوال، نمودارمون مسافت بر حسب زمانه. شما چیزی که باید بدونید اینه که شیب هر نمودار چی رو بهتون میده، حالا شیب خط مماس یا واصل. الان اینجا من اگه خط مماس رسم کنم، شیبش میشه مسافت تقسیم بر زمان. مسافت تقسیم بر زمان شیب خط مماسه. چی میشد؟ میشد تندی لحظه ای دیگه، درسته؟ و میدونستیم تندی لحظه ای مساوی میشه با اندازه سرعت لحظه ای. همواره این برقراره، چه تغییر جهت داشته باشیم چه نداشته باشیم، تندی لحظه ای با اندازه سرعت لحظه ای همیشه برابر هست. خب توی این مثال اگه نگاه کنیم، اینجا شیب خط مماسش اول یه عددی بوده، کاری ندارم چه عددی بوده. اینجا خودش شیب خط رو اگه نگاه کنید، خط مماس رو کشیده یه خط چینی. منظورش اینه که اینجا شیبش به عدد صفر رسیده، پس اینجا تندیمون برابر شده با عدد صفر. و بعدش هم اگه نگاه کنید یه تندی دیگه داشته و ادامه داده به حرکتش. خب الان توی گزینه‌ها اگه نگاه کنیم، گزینه یک رو من ببینم، شیب خطش یه عددی بوده، کاری ندارم چه عددی بوده، پس یه تندی داشته، اینجا رسیده به عدد صفر و بعدش باز دوباره با یه تندی به حرکتش ادامه داده. پس گزینه یک مشکلی نداره، با یه تندی شروع به حرکت کرده، تندیش رسیده به صفر مثل همین نمودار، بعدش هم با یه تندی ادامه داده. گزینه دو هم به همین شکل، یه تندی داشته، تندی میشه اندازه شیب خط، یه تندی داشته رسیده به صفر تندیش، بعد با یه تندی دیگه به حرکتش ادامه داده. پس اینم مشکلی نداره. بریم سراغ گزینه 3. یه تندی داشته، کاری ندارم چقدر بوده، یه شیب خطی داره، شیب خطش میرسه به صفر، تندیش میرسه به صفر، با یه تندی به حرکتش ادامه میده، پس مشکلی نداره. گزینه 4 رو اگه نگاه کنیم، این اولش حالا یه تندی، فرض کنیم که شیب خطش هم صفر نبوده، شیب خط مماسش یه تندی داشته، اینجا به صفر نرسیده، آخر حرکتش داره به صفر نزدیک میشه، در صورتی که توی این نموداری که بهمون داده بود این وسط تندیش به صفر میرسید. پس گزینه 4 این وسط تندیش به صفر نرسیده، یعنی این غلطه. حالا برعکس این سوال، یعنی اگر بهتون نمودار در واقع مکان زمان داده بودن، نمودار مسافت بر حسب زمان رو توی گزینه ها داده بودن، اونو چجوری رد کنیم؟ شما خودتون باید بدونید که مسافت یک کمیتی همواره مثبته. پس اگر نموداری بهتون دادن، نمودار مسافت بر حسب زمان، اومده بود توی قسمت منفی ها کشیده بود نمودار رو، حتما غلطه، چون مسافت هیچ وقت منفی نمیشه. خب بریم سراغ سوال بعدی. بهمون میگه نمودار مکان زمان حرکت جسمی مطابق شکل زیر هستش. تندی جسم در لحظه تی مساوی 5. میگه تندی جسم در لحظه تی مساوی 5. نمودار مکان زمانه. تندی لحظه ای باید شیب خط مماس رو حساب میکردن، توی قطر مطلق میذاشتن، یعنی اندازش رو میخوام. چند برابر تندی متوسطش توی 10 ثانیه اول حرکتش هستش. خب توی لحظه 5 اگه نگاه کنی، اومده خودش بهت گفته خط مماس بر نمودار رو بهت داده. خب بخوایم حساب کنیم شیبش رو، من میگم که توی ثانیه 5 عددش 10، توی ثانیه 20 هم عددش به 0 رسیده. پس اندازه شیب خط رو بخوایم حساب کنیم، میشه تغییرات عمودیش که از 10 رسیده به 0، من خطش هم پررنگ کنم، از 10 رسیده به 0 تغییرات عمودیش میشه 10 تا، تغییرات افقیش هم از 5 هستش تا عدد 20، پس 15 تا هم تغییرات افقی داشته. گفته این چند برابره، پس می نویسم تقسیم بره تندید از لحظه شروع تا لحظه 10 هستش. خب بخوام حساب کنم، تندی رو بخوام حساب کنم، میگم مسافت تقسیم بر زمان. پس با هم دیگه مسافت رو بشمریم. الان از شروع حرکت جواب منو بده، از شروع حرکت تا ثانیه 7 چقدر مسافت رو رفتیم؟ از 14 اومدیم تا 9، یعنی 5 متر مسافت رفتیم. از ثانیه 7 تا ثانیه 10 چقدر مسافت رفتیم؟ از مکان 9 رسیدیم به مکان 12، پس اینجا هم 3 متر مسافت رفتیم، یعنی مجموعاً شد 8 متر مسافت توی مدت زمان چقدر؟ خودمون گفتیم 10 ثانیه اول حرکت، پس اینجا یه دونه 10 هم داره. حساب کنیم میشه 100 تقسیم بر 8 و 15 تا هم که میشه 120 تا، میشه 10 12 هم یا 5 6 هم. گزینه 3 چه جواب سوالم. بریم سراغ سوال بعدی. خب بهمون معادله مکان زمان داده، میگه به این صورت داده شده هستش، چند مورد از عبارت های زیر در مورد حرکت متحرکمون صحیح هستش.
مورد الف بهمون میگه بردار مکان متحرک تغییر جهت میده. خب چند تا نکته رو من میگم. یکی اینکه بردار مکان، بردار مکان برداریه که در واقع از صفر شروعشه وصل میشه به مکان متحرک، یعنی در واقع همون تعریف ایکسه، بردار مکان همون ایکسه. گفته چند بار تغییر جهت میده، تغییر جهت میده یعنی علامتش عوض میشه، اگه مثبت میرسه به صفر و منفی میشه یا اگر منفی میرسه به صفر و مثبت میشه. خب یعنی چی؟ یعنی این نمودار ریشه ساده این نمودار دیگه، یعنی بیشتر سوال ریاضی شد. یعنی منظورش اینه که این نمودارمون کی تغییر علامت میده، همون سوال ریاضیه، کاری نداره. ولی یه کار کنیم، ما این معادله رو بخوایم مساوی صفر بزنیم ریشه ساده به دست بیاریم یکم وقتگیره. بیام چیکار کنیم؟ بیام بگم این معادله چند تا ریشه داره. خب بیام دلتاش رو حساب کنم دیگه، یعنی دلتاش رو بخوام حساب کنم مساوی میشه با 25 منفی 4 ضرب در 2 ضرب در منفی 12، یعنی به علاوه یه عدد مثبت دیگه، کاری ندارم، یعنی دلتاش مثبت میشه. این معنیش چی میشد؟ یعنی دو تا ریشه داریم، دو تا ریشه ساده هم داریم. منتها توی حرکت شناسی یه تفاوتی داره، اینکه زمان همیشه مثبته، یعنی ما برام ریشه منفی قابل قبول نیستش، حتما باید ریشه مثبت داشته باشیم. خب اینم بخوام به دست بیارم میگم این منفی 12 بود ضرب ریشه ها دیگه، درسته؟ ضرب ریشه ها شده عدد منفی شده، پس یعنی یه ریشه مثبت بوده یه ریشه منفی بوده، پس توی حرکت شناسی اون ریشه منفی قابل قبول نیست، ریشه مثبت رو ما در نظر میگیریم. یعنی یک بار این مکانش در واقع تغییر علامت داده، پس این که میگه بردار مکان دو بار تغییر جهت داده، نه غلطه، یک بار تغییر جهت داده. مورد ب میگه متحرک در 4 ثانیه اول حرکت در جهت منفی محور x حرکت میکنه. حرکت در جهت‌های محور x، وقتی میگه در جهت منفی محور x حرکت میکنه یعنی چی؟ یعنی سرعتش منفیه. وقتی میگه در جهت مثبت محور x حرکت میکنه یعنی چی؟ یعنی سرعتش مثبته. یه تیپ دیگه هم هستش، میگه چند ثانیه در طرف مثبت محور حرکت میکنه. در طرف مثبت محور یعنی کاری نداره سرعتش چیه، فقط به x کار داره، x باید مثبت باشه. یا برعکسش در طرف منفی محور حرکت میکنه، طرف منفی محور یعنی مکانش منفیه. ولی اگه گفت در جهت منفی محور حرکت میکنه، اون دیگه جهت مربوط میشه به سرعت. خب گفته در 4 ثانیه اول در جهت منفی محور حرکت میکنه، یعنی سرعتش منفیه. من مشتق بگیرم که معادل سرعتش رو داشته باشم، v مساوی میشه با مشتق بگیر میشه 4t منفی 5. میگه توی 4 ثانیه اول همش منفی بوده، خب من اگه t 0 رو بذارم این تو میشه 12 منفی 5 میشه 7، پس منفی نبوده، این غلط، بالایی هم که غلط بود. پ میگه تندی حرکت متحرک در لحظه، تندی در لحظه، تندی لحظه ای مساوی میشه با چی؟ اندازه سرعت لحظه ای در لحظه 4 برابر صفره. من سرعت لحظه ای رو توی لحظه 4 بخوام به دست بیارم میشه 4 4 تا 16 منفی 5 مخالف صفره، پس تندی لحظه ای هم حتما صفر نیستش، اینم غلط شد. مورد ت میگه از لحظه 1.25 تا لحظه 7 بردار مکان در جهت مثبت محور x. بردار مکان چی بود؟ همون x بود. وقتی میگه x در جهت مثبت یعنی xمون مثبته. از لحظه 1.25 تا لحظه 7. معادله رو یعنی x رو باید کوچیک‌تر از صفر بذاری دیگه، خب ولی نیاز نیستش واقعا. گفته از این لحظه تا این لحظه مثبته. تو ببین میتونی یه زمانی پیدا کنی که این زمانه رو بذاری این تو یه عدد منفی بده. اگر عدد منفی بده میگه ایکست منفیه، پس ایکست در جهت مثبت نبوده. من الان با توجه به این اگر عدد 2 رو مثلا جایگذاری کنم این میشه 8 منفی 10 منفی 12 منفیه، پس اینم غلط شد، در جهت مثبت نیستش. چند تا درست داریم؟ هیچی، یعنی گزینه 1 شد جواب سوال. بریم سراغ سوال بعدیش. میگه نمودار مکان زمان متحرکی روی خط راست در حرکت مطابق شکل زیر نسبت مدت زمانی که متحرک در خلاف جهت محور x حرکت میکنه. خلاف جهت محور x حرکت میکنه، تو به من بگو چی منفیه؟ سرعت منفیه. به مدت زمانی که بردار مکان متحرک در جهت مثبت محور x. بردار مکان چی بود؟ x بود. در جهت مثبت یعنی چی؟ یعنی xمون مثبت. خب بریم بازه زمانی اول رو به دست بیاریم. جهت در خلاف جهت داره حرکت میکنه، سرعت منفیه. سرعت منفیه توی نمودار مکان زمان یعنی چی؟ سرپایینی بود. در واقع نمودارمون باید سرپایینی باشه دیگه، در این صورت سرعتمون منفیه. چرا؟ چون توی نمودار مکان زمان شیب خط به اون سرعت رو میده، شیب خط منفی یعنی سرپایینی باشه. خب الان از لحظه 0 تا لحظه 3 منفی سرپایینی داریم، از 3 تا 8 سربالایی کارش نداریم، از 8 تا 10 دوباره سرپایینی،
یعنی مجموع 3 ثانیه اینجا هم که 2 ثانیه 5 ثانیه این بود. بردن مکان متحرک در جهت مثبت محور x گفتیم x مون مثبته، بخوایم بشمونیم من با رنگ آبی نشون بدم. اینجا x مون منفیه تا لحظه 6، از لحظه 6 x مون مثبت میشه، 6 تا 10 مثبته، پس اینجا شد 4 ثانیه. از 10 تا 12 هم بازم x مون مثبته، پس اینجا هم شد 2 ثانیه، یعنی دومی هست 6 ثانیه. نسبت این دوتا رو خواسته، میشه 5 ششم یا گزینه 1. سوال بعدیش نمودار مکان زمان متحرکی که روی خط راست حرکت میکنه به صورت زیر اندازه سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی 1 تا 4 چند برابره؟ تندی متوسط در همین بازه هستش. خب یه چیزی من کمک کن که من بدونم. تندی متوسط میشد مسافت تقسیم بر زمان، سرعت متوسط میشد جابجایی تقسیم بر زمان، یا همون جابجایی تقسیم بر پل. اگر نسبت این دوتا رو خواست، من بنویسم برات. نسبت این دوتا رو وقتی میخواد میشه مسافت تقسیم بر زمان تقسیم بر جابجایی تقسیم بر زمان یا همون پل. خب در این صورت زمان ها که با هم دیگه ساده میشن، پس این برابر میشه با همون نسبت مسافت تقسیم بر جابجایی. خب الان همین رو بهمون گفته، میگه اندازه سرعت متوسط در بازه 1 تا 4 چند برابر تندی متوسط تو همین بازه هستش. یعنی من بیام جابجایی رو به دست بیارم تقسیم بر مسافت کنم، از لحظه 1 تا لحظه 4 جابجایی هم یه نکته ای داره. شما هر موقع بهتون میگن جابجایی، جابجایی به مسیر حرکت بستگی نداره. خب این که به مسیر حرکت بستگی نداره، یعنی شما از لحظه 1 تا لحظه 4 میتونی این بین رو اصلا نبینی، بگی مکان اولت کجا بوده، بوده 10، مکان آخرت کجا، منفی 10. چقدر جابجا شدی؟ منفی 20. باشه، جابجاییمون هست منفی 20، مسافت هم بخوام به دست بیاریم، مسافت به مسیر حرکت بستگی داره، پس نمیتونم دستمو بذارم این رو نبینم، مسافت رو باید اینجا رو بشمارم همه رو. خب بشمریم با هم دیگه. ثانیه 1 مکانش 10 بوده، اومده تا ثانیه 2 از 10 رسیده به 7، یعنی اینجا 3 متر مسافت رفته. از 2 تا ثانیه 3 از مکان 7 رفته به 12، پس اینجا 5 متر مسافت رفته. از ثانیه 3 تا ثانیه 4 از مکان 12 رفته به مکان منفی 10، چقدر مسافت رفته؟ از 12 تا منفی 10 22 تا مسافت رفته. 22 و 5 میشه 27، با 3 میشه 30. نسبت جابجایی به مسافت خواسته میشه منفی 2/3، که حالا در واقع نسبت اندازه سرعت متوسط وقت میخواد، یعنی اندازه جابجایی، پس دیگه منفیش در نظر نمیگیریم. گزینه 1 میشه جواب سوالمون. سوال بعدیش بهمون میگه که نمودار مکان زمان متحرکی که روی محور x حرکت میکنه مطابق شکل در کدام بازه زمانی تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط با هم دیگه برابره؟ خب در مورد اینکه تندی متوسط و سرعت متوسط با هم دیگه برابر باشن، ما یه نکته داریم. اینکه اگر متحرکمون تغییر جهت داشته باشه، متحرک تغییر جهت داشته باشه، یعنی علامت سرعت عوض بشه. یعنی چی؟ یعنی توی نمودار مکان زمان مثلا دارم میگم اینجا سربالاییه، برسه به صفر شی، به خطش سرپایینی بشه، این تغییر جهت متحرکه، یعنی علامت سرعت عوض شده، سرعت مثبت بوده رسیده به صفر منفی شده. در این صورت اگر تغییر جهت داشته باشیم، همیشه همیشه تندی متوسط بیشتر هستش از در واقع از اندازه سرعت متوسط بیشتره. پس وقتی میگه که تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط با هم دیگه برابر باشن، یعنی ما یه بازه زمانی رو انتخاب کنیم که توش تغییر جهت نداشته باشیم. الان گزینه رو با هم دیگه بررسی کنیم. اولی گفته از لحظه T1 تا لحظه T3. T1 تا T3 ما اینجا میایم بالا، سرعتمون مثبته، میرسه به صفر سرعتمون منفی میشه. خب تغییر جهت داریم، پس حتما حتما اندازه تندی متوسط از اندازه سرعت متوسط بیشتره، با هم دیگه برابر نیستن. دوم بهمون میگه T2 تا T4. خب از T2 تا T4 هم اگه نگاه کنیم، اینجا سرپایینی بوده، دوباره سربالایی شده، پس اینم در واقع با هم دیگه برابر نیستن، تندی و سرعت متوسط. مورد 3، از T1 تا T4، من پاک کنم اینا رو، از T1 تا T4 رو بخوایم بررسی کنیم، خب مشخصه این دوتا بازه زمانی توش هستن دیگه، پس حتما غلطه، دیگه نیاز بررسی نداره. و مورد آخر بهمون میگه از لحظه 0 تا لحظه T2. اگر نگاه کنیم
لحظه صفر اینجا بودیم، سرعت مثبت بوده، اینجا هم به عدد صفر رسیده، دیگه علامتش عوض نشده. پس همیشه حتما حتما اندازه تندی با اندازه سرعت متوسط با هم دیگه برابر هستن. گزینه 4 میشه جواب سوالمون. سوال بعدیش بهمون میگه نمودار مکان زمان حرکت متحرکی به صورت زیر هستش در بازه زمانی که جهت بردار مکان. بردار مکان بگو چی میشه؟ بردار مکان میشد همون x در خلاف جهت محور x، یعنی x مون منفیه، x مون کوچیکتر از صفره. تندی متحرک چگونه تغییر کرده؟ نمودار مکان زمانه، مکان منفی باشه منظورش از ثانیه 2 هست تا ثانیه 4 دیگه، درسته؟ باید پایین محور افقی باشه. گفته تندیش چجوری تغییر کرده. اگر اینجا رو نگاه کنی شیب خطش صفره، در واقع اینجا تندی از تندی لحظه یا سرعت لحظه‌ای برابر عدد صفره. ما میدونیم هر چقدر بهش نزدیک بشیم، به سرعت صفر نزدیک بشیم میشه کند شونده، و اگر دور بشیم میشه تند شونده. پس ابتدا کند شونده بوده سپس تند شونده، ابتدا کاهش سپس افزایش. گزینه 2 میشه جواب سواله. سوال بعدیش بهمون میگه که متحرکی روی محور x در حال حرکت در مبدأ زمان از مکان x مساوی 10 میگذره. جهت حرکت متحرک به ترتیب در مکانهای x مساوی با 3 و x مساوی 5 تغییر میکنه. اگر کل مدت زمان حرکت 8 ثانیه باشه و تندی متوسط در کل مدت زمان حرکتش برابر 3 باشه، سرعت متوسط رو به دست بیاره. خب بهمون زمان کل رو داده، تندی کل هم بهمون داده، ما میتونیم مسافت رو به دست بیاریم. مسافتمون، مسافت کل حرکتمون میشه تندی ضرب در زمانش. تندی رو بهمون عدد 3 داده بود، زمانش هم که داده بود 8، پس کلا 24 متر ما مسافت رفتیم. حالا اینجا که میاد مکان میده، از مکان 10 داده، مکان 3 و 5 هم داده، بهتر اینه که برای راحتی خودم بیام یه محور فرضی رسم کنم که روش حرکتمو بتونم رسم کنم. فرض کنید این محور x مون باشه. اینجا اولش توی مکان 10 بودیم. میگه توی مکان 3 یه بار تغییر جهت داشته، توی مکان 5 هم یک بار تغییر جهت داشته. یعنی من مسیر حرکت متحرک رو بخوام رسم کنم، در واقع از مکان 10 اومده به مکان 3، برای اولین بار تغییر جهت داده، رفته به مکان 5 دوباره تغییر جهت داده. حالا یه چیزی، این خط اولی که از 10 اومده به 3 چقدر مسافت رفته؟ 7 اومده دیگه، درسته؟ از 10 اومده به 3، یه 7 رفتیم، از 3 تا 5 دوباره برگشتیم، یه 2 تا رفتیم شد 9 تا، تا اینجا 9 متر مسافت رفتیم. مسافت کلمون چقدر بود؟ 24 تا. پس 15 تا دیگه میمونه، یعنی من از 5 باید 15 تا برگردم عقب. از 5 15 تا برگردی عقب به عدد چند میرسی؟ میرسی به عدد منفی 10. یعنی مکان نهاییت اینجا رسیده به منفی 10. آخر سوال بهم گفته سرعت متوسط رو به دست بیار. جابجایی تقسیم بر پل، جابجایی به این مسیر حرکت نگاه نمی کنی. مکان اولیت کجا بودی؟ 10. باشه، چشمو میبندم، مکان آخرم کجاست؟ منفی 10. جابجایی چقدر؟ منفی 20. زمان حرکت چقدر بوده؟ خودش گفته بود 8 ثانیه، پس میشه منفی 20 هشتم یا منفی 2 نیم. گزینه 3 میشه جواب سوالم. بریم سراغ سوال بعدی. خب بهمون میگه متحرکی بر روی محور x در حال حرکته، بردار مکان و بردار سرعتش در دو لحظه 2 و 5 داده شده، مسافت طی شده بهمون گفته 9 متره. چند مورد از گزاره‌های زیر در مورد حرکت در بازه زمانی 2 تا 5 الزاماً صحیحه؟ یعنی بعضش ممکنه صحیح باشه ولی ممکنم غلط باشه. وقتی میگه الزاماً یعنی حتما باید درست باشه. خب توی لحظه 2 مکانش منفی 10، سرعتش هم منفیه. من باز مثل سوال قبلی بیام یه محور فرضی برای خودم در نظر بگیرم. این باشه محور x مون که داریم روش حرکت میکنیم. بهمون گفته توی لحظه 2 مکانش منفی 10 باشه، اینجا باشه منفی 10، سرعتش هم منفیه، یعنی داره به سمت خلاف جهت محور x، به سمت چپ داره حرکت میکنه. در لحظه 5 مکانش اومده منفی 5، یعنی اینجا داریم منفی 5، سرعتش چیه؟ بازم منفیه، یعنی توی لحظه 5 هم باز داره به سمت منفی محور x حرکت میکنه. خب من یه حالت برای خودم در نظر بگیرم، چجوری میتونه حرکت کرده باشیم؟ مثلا بگیم از منفی 10 توی لحظه 2 ایم الان،
لحظه دو سرعتمون منفیه، یعنی حتما داریم به سمت چپ حرکت میکنیم. حالا یه موردی توی لحظه در واقع توی لحظه 5 اومدیم مکان منفی 5، پس اینجا که داریم به سمت چپ حرکت میکنیم حتما باید یک بار تغییر جهت داشته باشیم که برسیم به مکان منفی 5 توی لحظه 5. حالا لحظه 5 باز دوباره مکانش که رسیدیم به منفی 5 باز دوباره سرعتش منفیه. من اینطوری که داشتم میکشیدم میرفتم به سمت راست، این سرعت مثبت بود. اگر بخواد منفی بشه پس باز باید دوباره برگرده، یعنی فرض کنیم که این اینجوری برگشته. خب حالا بریم گزینه‌ها رو بخونیم. بهمون میگه حداقل دو بار تندی متحرک برابر صفر شده. خب طبق این شکلی که من کشیدم حداقل دو بار درسته، یعنی یک بار اینجا یک بارم اینجا حتما حتما تندی صفر داشتیم چون تغییر جهت داریم دیگه، پس این حتما درسته. مورد ب میگه در لحظه تی مساوی 5 متحرک در حال دور شدن از مبدأ مکان هستش. خب لحظه تی مساوی با 5 رو اگه نگاه کنیم مکانش منفی 5، سرعتش هم منفی 4. ولی یه موردی ما بخوایم بگیم در واقع ما از مکان منفی 10 اومدیم به این یه مقدار اومدیم به سمت چپ دوباره برگشتیم اومدیم به منفی 5، خب منفی 5 هم سرعتمون منفیه، در واقع داریم به سمت چپ حرکت میکنیم. ما مکان اینجا مبدا مکانمون هستش، اینجا صفره، ما توی مکان منفی 5 داریم به سمت منفی حرکت میکنیم، یعنی داریم از این محورمون دور میشیم دیگه، از این صفر از این صفر محورمون داریم دور میشیم. مکان منفی 5 سرعت هم منفیه پس داریم دور میشیم ازش، پس این شد درست. مورد پ میگه جهت بردار مکان متحرک تغییر نمیکنه. خب در مورد بردار مکانش باید یه چیزی رو بررسی کنیم. ما میگیم اولش توی لحظه 2 مکانمون منفی 10 دیگه، درسته؟ اگر بخواد بردار مکان علامتش عوض بشه، یعنی از این منفی 10 حداقلش باید بیاد به 0، یعنی دیگه کمترین مسافتی که میتونه طی کنه از منفی 10 بیاد به 0 و مثبت بشه، در صورتی که ما مسافت کل رو بهمون داده بود 9 متر، یعنی شما بیشترین در واقع بازه زمانی که میتونی نزدیک بشی به صفرت یه 9 متر میتونی بیای جلو، از منفی 10 9 متر بری جلو میرسی به مکان منفی 1، پس همیشه مکانمون منفیه با توجه به مسافتی که بهمون داده، یعنی مثبت نمیشه، تغییر علامت نمیده، جهت بردار مکان متحرک تغییر نمیکنه، درسته. و مورد آخر بردار سرعت متوسط در این بازه زمانی در SI منفی 5 سوم هستش. سرعت متوسط به مسیر حرکت کاری نداری، میگه مکانش کجا بوده منفی 10، رسیده به کجا، رسیده به منفی 5، جا به جایش چقدر بوده مثبت 5، زمانش چقدر بوده از 2 تا 5 3 بوده، پس میشه مثبت 5 سوم نه منفی 5 سوم، این غلطه. گفته چند مورد درسته؟ 3 مورد که میشه گزینه 3. بریم سراغ سوال بعدی. میگه متحرک از نقطه A به نقطه B میره بلافاصله به نقطه A برمیگرده، پس من بخوام یه مسیر حرکت براش در نظر بگیرم میگم اینجا باشه نقطه A، اینجا هم باشه نقطه B، مسیر رو رفته، فرض کنید که X متر مسافت رفته، همین قدم برگشته، پس به اندازه X تا هم برگشته. خب ادامه سوال بهمون میگه که اگر تندی متوسط متحرک در کل مسیر کوچکتر از 5 متر بر ثانیه کوچکتر از تندی متوسط آن در مسیر رفت و اختلاف تندی متوسط متحرک در مسیر رفت و برگشت 8 متر بر ثانیه باشه، مدت زمان رفت چند برابر مدت زمان برگشته. پیشنهاد من اینه که خودتون استوب بزنید روی این سوال فکر کنید، سوال قشنگیه. ببینید آخر سوال اومده نسبت خواسته، میگه مدت زمان رفت چند برابر مدت زمان برگشته. توی سوالی که نسبت میخواست بهترین کار چی میشد؟ شما فرض کنید اینجا تی 1 ثانیه داشته میرفته، تی 2 ثانیه داشته برمیگشته. سوال اومده نسبته، تی 1 به تی 2 رو ازت خواسته، پس من اینجا بنویسم تی گفته مدت زمان رفتش، یعنی همین تی 1 چند برابر تی 2 هستش. خب توی سوالی که نسبت میخواست ما بهتر بود به مخرجمون عدد 1 میدادیم، یعنی این تی 2 رو ما مساوی 1 در نظر میگرفتیم و میرفتیم تی 1 رو به دست میآوردیم، در این صورت خواسته مسئله به دست میومد، پس من میتونم به جای تی 2 پاکش کنم بنویسم 1 ثانیه و برم تی 1 رو به دست بیارم، اینجا 1 ثانیه بوده. یک ثانیه داشته برمیگشته. بریم همون چیزی که سوال گفته رو بنویسیم، لازم نیست چیز دیگه اضافه کنیم بهش. میگه تندی متوسط توی کل مسیر، تندی متوسط میشد مسافت تقسیم بر زمان.
خب چقدر مسافت رفتیم؟ x تا رفتیم، x تا هم برگشتیم. پس یعنی 2x مسافت رفتیم. توی مدت زمان چقدر؟ t ثانیه رفتیم، 1 ثانیه برگشتیم. یعنی اینجا میشه t به علاوه 1. گفته تندی متوسط توی کل مسیری که ما نوشتیم 5 تا کوچکتر از تندی متوسط در مسیر رفته. مسیر رفت تو اگه نگاه کنی x تا مسافتش بوده، توی مدت زمان t1 بوده. وقتی میگه 5 تا کوچیک‌تره، یعنی میتونیم بگیم x تقسیم بر t1 که همون t در نظر گرفتم منفی این عبارت مساوی شده با عدد 5. خب حالا بریم سراغ تیکه دوم سوال. میگه اختلاف تندی متوسط در مسیر رفت و برگشت برابر 8. خب در مسیر رفت تو اگه نگاه کنی تندیش میشه x تقسیم بر t، در مسیر برگشت اگه نگاه کنی میشه x تقسیم بر 1. پس من میگم که x منفی x تقسیم بر t، یعنی اختلاف تندیش توی مسیر رفت و برگشت، برابر شده با عدد خودش گفته 8. خب من معادلاتمو نوشتم دیگه، به این نیاز ندارم پاکش کنم که جا باز بشه. خب برم سراغ این معادله. از این یه مخرج مشترک بگیرم، من اینجا بنویسم. یه مخرج مشترک بگیریم، اینجا داریم t در t به علاوه 1. اگر نگاه کنیم میشه یه در قدر مخرج مشترک میگیریم دیگه، این میشه xt به علاوه x منفی 2xt. پس در کل میشه از یه دونه x اگه فاکتور بگیرم میشه x در پرانتز گفتیم میشه xt به علاوه x منفی 2xt. پس یه دونه منفی xt هم داره، در واقع اگه فاکتور گرفتیم میشه x در 1 منفی t. ما این عبارت رو میخوایم به دست بیاریم. از این چی میتونم بفهمم؟ از اینم یه مخرج مشترک بگیرم، مخرج مشترکش t هستش و میشه xt منفی x، یعنی میشه x در اینجا هم شد xt منفی x که میشه t منفی 1. فقط اینجا رو من یه چک کنم که درست نوشته باشم. از اینجا مخرج مشترک گرفتیم میشه xt به علاوه x منفی 2xt که در کل میشه x منفی xt، یعنی شد x در 1 منفی t. اینجا هم شد t در x در xt منفی x، یعنی x در t منفی 1 و این برابر شده با عدد 8. من درست بنویسم، x در 1 منفی t. خب حالا حاصل این عبارت رو اگه نگاه کنی کلش x در 1 منفی t بخش بر t برابرش 8 شده. اینجا هم یه چیزی داری، x در 1 منفی t بخش بر t. پس من عملا میتونم این عبارت رو پاک کنم، xt اینا رو پاک کنم همه رو، به جاش عددش رو بذارم. عددش 6 شده بود، عددش شده بود عدد 8. خب از اینجا یه طرف این وسط این کنی، یا این 5 رو بیار توی مخرج، 1 به علاوه t رو بیار اینجا، 1 به علاوه t مساوی شده با 8 پنجم، t به دست میاد 8 پنجم منفی 1 یا 3 پنجم. گزینه 3 شو جواب سواله. پس یه بار دیگه روند کلی حل سوال رو بگم. یه مسیری رو رفته بودیم و برگشته بودیم، x تا رفته بودیم، x تا برگشته بودیم. مدت زمان رفتش رو t فرض کردیم، مدت زمان برگشتش رو 1 در نظر گرفتیم. خب اختلاف گفته تندی متوسط توی کل مسیر، کل مسیر ما 2x متر مسافت رفتیم، توی مدت زمان چقدر؟ یه t ثانیه رفته بودیم، یه ثانیه برگشته بودیم، توی t به علاوه 1 ثانیه. این اختلافش داده بود با در واقع تندی توی مسیر رفت. تندی توی مسیر رفت x تا رفته بودیم، توی مدت زمان t ثانیه. اختلافش داده بود 5. یه مخرج مشترک گرفتیم و در واقع نوشتیمش. قسمت دوم سوال اختلاف تندی توی مسیر رفت و برگشت داده بود. مسیر رفتمون یه x تا رفته بودیم توی مدت زمان t ثانیه، مسیر برگشتمون x تا مسافت رفته بودیم توی مدت زمان 1 ثانیه. پس اینم اختلافش برابر شده بود عدد 8. مخرج مشترک گرفتیم، یه عبارتی اونجا داشتیم که مثل این بود، پاکش کردیم به جاش اینو گذاشتیم و جواب سوالمون به دست اومد. سوال خوبی بود در کل. بریم سراغ سوال بعدی. خب فصل حرکت شناسیش تموم شد، میریم سراغ سوالای اندازه گیریش. برای سوالای اندازه گیری هم شما یه روش برای تبدیل واحد رو اگه یاد بگیرید خیلی کارتون راحت‌تر انجام میشه. روی این سوال اگه خودتون کار کنید به نظرم بهتره. میتونید استوب بزنید، یه بار حل کنید سوالو.
خب من حلش کنم. میگه در جای خالی کدام گزینه باید قرار بگیرد تا تساوی برقرار بشه. خب برای تبدیل واحد یه کاری کنید. شما نگاه کنید اینجا کیلوگرم دارید، اینجا گرم دارید. ما میگیم کیلو چیه؟ 10^3 دیگه، درسته؟ اگر بیاد اینور میشه 10^-3. پس این عددی که من باید ضرب کنم، باید توی کسری ضربش کنم. یه دونه 10^-3 داره. حالا اینجا سانتی متر مربع، میکرومتر مربع. سانتی چیه؟ 10^-2. میکرو چیه؟ 10^-6. خب 10^-6 بیاد اینور میشه -6، با این -2 میشه 10^-4. چون 2 داره اینجا، یه دونه ضرب در 2 هم میکنم میشه 8. پس شد ضرب در 10^8. حالا توی مخرج رو نگاه کنیم. ثانیه^3 میکرو میلی ثانیه^3. میلی چیه؟ 10^-3. اگر بیاد این طرف میشه 10^-3، چون یه در واقع توان سم خود اینجا داره، پس میشه 10^3 ضرب در 3 یا 10^9. یعنی اینو حساب کنیم میشه 10^1 توی مخرج میمونه، این ساده میشه، اینجا میشه 10^1 و در کل میشه 10^-4. یعنی این عددی که اینجا دارید رو باید توی 10^-4 ضربش کنید که میشه 5.4. پس اینجا باید 10^0 باشه، همون 5.4 باشه. گزینه 4 میشه جواب سوالمون. با این روش چند تا تبدیل واحد کنید راحت دستتون میاد. دیگه خیلی از روش زنجیره‌ای نوشتن راحت‌تره و از شرش خلاص میشه. سوال بعدیش میگه که در رابطه D مساوی با A کوچیک ضرب در آب^2 به علاوه آبی، اگر D نماد اندازه جابجایی و یکای آن متر، A نماد شتاب، یکاش متر بر مجرور ثانیه باشه، آبی به ترتیب چه کمیت هایی هستن؟ خب یه موردی داریم. اگر اینجا در واقع خودش گفته یکاش متره، یکاش وقتی متره، پس هم این کلن باید متر باشه، بعدش هم حتما باید متر باشه. پس من بنویسم، خودش بهمون برای ای کوچیکو داده بود، گفته بود شتاب متر بر مجذور ثانیه هستش. خب یه سوالی، این آ باشه متر بر مجذور ثانیه، من درست بنویسم متر بر مجذور ثانیه. الان ای بزرگ باید چی داشته باشه که این بشه یه متر خالی بمونه اینجا؟ قطعا ای بزرگ باید یه دونه ثانیه^2 باشه دیگه، درسته؟ که اینا با هم دیگه ساده بشن و یه دونه متر بمونه. پس A خودش زمان بوده که به^2 رسیده و شده ثانیه^2. پس ما میتونیم به جای A بزرگ همون زمان رو انتخاب کنیم. گزینه 2 میره کنار، گزینه 4 میره کنار. حالا میمونه A ضرب در B. بهمون گفته بود که ما الان A رو به دست آوردیم که زمانه، در واقع زمانه، پس میشه ثانیه. حالا B باید چی باشه که ثانیه ضرب در B متر بهمون بده؟ قطعا توی مخرج باید یه دونه ثانیه داشته باشه، توی صورتش هم یه دونه متر داشته باشه که ثانیه با ثانیه بره متر بمونه. خب متر بر ثانیه چیه؟ سرعت دیگه. پس این گزینه 1 میشه جواب سوالم. حالا با توجه به خود رابطه هم شما یه چیزی میتونستید سریع بفهمید. دی مساویه با یه چیزی ضرب در آب توان 2 به علاوه آ ضرب در بی. یاد چه رابطه میافتید؟ دلتا ایکس مساویه با 1/2 آ تی 2 به علاوه B که باشه V صفرمون ضرب در A که باشه زمانمون. یعنی این رابطه همین نوشی خیلی راحت میدونستی این سوال رو جواب بدی که میشد گزینه 1. سوال بعدی میگه شیر آبی چکه میکند در مدت 4 ساعت 5 لیوان با ظرفیت 120 سی سی پر میشه. آهنگ متوسط خروج آب از شیر چند میلی متر مکعب بر دقیقه هستش؟ خب اول ببینیم چقدر آب در واقع مجموع خروجیمون چقدر بوده. میگه 5 تا لیوان با ظرفیت 120، یعنی مجموعا میشه 5 تا 120 یا 600 سی سی آب توی مدت زمان 4 ساعت. پس این شد 600 چهارم که میشه 150 سی سی بر ساعت. گفته که آهنگ متوسط خروج آب و بر حسب اون واحدی که گفته میلیمتر مکعب بر دقیقه، میلیمتر مکعب بر دقیقه. خب یه چیزی میخوام ببینیم این چقدره. سی سی اینو باید یاد داشته باشید، برای تبدیل سی سی به میلیمتر مکعب کافی ضرب در 1000 کنید. پس توی اینجا باید توی کسری ضربش کنم، توی صورتش یه دونه 1000 داریم. حالا مخرجش میخوام ساعت رو در واقع تبدیلش کنیم به دقیقه،
شما میگید یک ساعت 60 دقیقه است، درسته؟ ساعت رو میگید ضرب در 60 میکنید. پس اینجا هم توی مخرج باید یه دونه ضرب در 60 داشته باشیم. این میشه 160 رو یا ضرب کنیم توی 50 سوم. 150 ضرب در 50 سوم بشه میشه 50 ضرب در 50 که میشه 2500 یا 2.5 در 10 به توان 3. یعنی گزینه 2 شو جواب سواله. بریم سراغ سوال بعدیش. میگه دقت یک خطکش مدرج در مورد وسایل مدرج حرف زده. وسایل مدرجی دقت دارن یه خطا، خطاش میشه مثبت و منفی 1/2 کمینه تقسیم بندیش. میگه دقتش 2 میلیمتره، پس خطاش تو به هم بگو چقدر میشه. خطاش میشه مثبت و منفی 1/2 1 میلیمتر. یعنی همینو توی گزینه ها اگه نگاه کنم، این گفته مثبت منفی 2 میلیمتر غلطه، این گفته 0.2 سانتی متر که بازم 1 میلیمتر نمیشه، غلطه. این دوتا، این 0.1 سانتی متره که همون 1 میلیمتره، این هم همون 1 میلیمتره، پس کاریش ندارم. میگه کدوم یک از گزارش های زیر میتونه نتیجه اندازه گیری باشه؟ خب یه فرقی بین این دوتا هستش. اگر من اینو بیام به اصل میلیمتر بنویسم، باید ضرب در 10 کنم دیگه، درسته؟ یعنی میشه 48 میلیمتر به علاوه مثبت منفی 1 میلیمتر، که اونش کاری نداریم. حالا این 48 میلیمتر ما باید حتما یه رقم اعشار رو داشته باشیم دیگه، درسته؟ چون 48 میلیمتر، خب این مثبت و منفی در واقع 1/10 که به اون میگه اینجا شد 1، پس ما نمیتونیم میلیمتر این در واقع این دو رقم داشته باشیم بدون اعشار. اگر همینو به میگفت 48 ممیزه 0 این میشد درست، مثل سوال بالایی 48 ممیزه هر چیزی. بالایی اگه نگاه کنید این دو رقمو داره، این رقم حدسیش هم داره، ولی این 48 میلیمتر رقم حدسیشو نداره. حالا لازم نیست اینم حتما سخن تحلیل کنید، این میشه 48 میلیمتر دیگه اعشاری نمیبینید، ولی بالایی حتما درسته، اعشارش هم گفته. پس گزینه 2 میشه جواب سالم. ببینید خطاش میشه مثبت و منفی 1 میلیمتر. یعنی شما رقم آخری که میگید و میتونید حدسی بگید، یعنی بگید مثلا 25 ممیز 6 میلیمتر، ولی اینجا دیگه 48 میلیمتر اعشارش حداقل با صفرشو میگفتی. حالا که نگفتی پس این غلط میشه، گزینه 2 میشه جواب سوالم. بریم سراغ سوال بعدیش. میگه که جرم جسمی توسط یک در ترازوی دیجیتال 8 ممیز 100 کیلوگرم اندازه گیری شده، دقت این وسیله چند گرم هستش؟ برای وسایل دیجیتال شما میخوای دقت رو به دست بیاری، رقم آخرش رو 1 میذاری، اینجا 0، اینجا 0، اینجا هم همه رو 0 میذاری، شد 10 به توان منفی 3 کیلوگرم، که بر حسب گرم باید ضرب در 10 به توان 3 کنی، یعنی میشه 1 گرم یا گزینه 2. سال بعدیش میگه که مطابق شکل دماسنجی دمای 1 محیط رو نشون میده، عدد 8 چی هستش؟ خطای اندازه‌گیری این وسیله چه عددی هستش؟ خب در مورد عدد حدسیش همیشه آخرین رقم میشه عدد حدسیمون. اینجا آخرین رقم عدد 8ه. پس 8 رقم حدسیه. گزینه‌های 1 و 3 میرن کنار. خطای اندازه‌گیری وسیله دیجیتاله. رقم آخر رو 1 بذار، بقیه رو 0. شد 10 به توان منفی 1. لازم نیست نصفش کنی. برای وسایل رقمی یا سنتی می اومدیم میگفتیم خطا میشه مثبت منفی 1/2. اینجا خطا با دقت برابره، پس جفتشون میشن مثبت و منفی 1/10، یعنی گزینه 2. سوال بعدی بهمون میگه که چگالی مایع آ 0.6 برابر چگالی مایع بی هستش. اگر حجم 3 کیلوگرم از مایع آ برابر 5 لیتر باشه، جرم 4 لیتر از مایع بی چند کیلوگرم هستش؟ خب همین که سوال گفته رو من بیام بنویسم. چگالی مایع آ، چگالی مایع آ میشه جرمش تقسیم بر حجمش. گفته 0.6 برابر چگالی مایع بی، پس من مینویسم میشه 0.6 ضرب در چگالی مایع بی میشه جرم مایع بی تقسیم بر حجم مایع بی. خب خود سوال بهم گفته که در واقع حجم 3 کیلوگرم از آ، یعنی آ رو جرمش رو بذارم عدد 3، حجمش رو میذارم 5. جرم 4 لیتر از مایع B، یعنی حجمش 4 لیتره، جرمش رو به من بگو که چقدره. خب از اینجا 5 به 10 میشه 2 مرتبه، 2 به 6 میشه 3، 3 هم که با 3 ساده میشه. پس جرم B باید برابر 4 بشه. دیگه یه طرف این وسط میکنیم، جرم B برابر میشه با عدد 4، یعنی گزینه 1 میشه جواب سواله. بریم سراغ سوال بعدیش.
کره توپر به جرم 810 گرم و چگالی 10 گرم بر سانتی متر مکعب در اختیار داریم. اگر این کره را ذوب کرده و از آن پوسته استوانه‌ای به قطر داخلی 2 و قطر خارجی 4 بسازیم، طول استوانه چند سانتی متر میشه؟ خب شما وقتی یه ماده رو ذوب می‌کنی، ماهیت اون ماده عوض نمیشه. مگر اینکه داخل سوال بگه به یه ماده دیگه تبدیل شده. یعنی چگالیش ثابته، همون ماده است. چگالی تابع جنسه. پس وقتی جنس ثابته، چگالی هم ثابته. جرمش هم که تغییر نمیکنه. پس ناچارن حجمش هم باید همون حجم قبلی باشه. یعنی وقتی ذوب کردی یه شکل جدید ساختی، اون حجم شکل جدیدت با حجم شکل قبلیه باید با هم دیگه یکی باشه. الان توی این سوال حجم اولیه رو چجوری به دست بیارم؟ به هم جرم داده، چگالی هم داده. خب حجم رو میخوام به دست بیارم، میشه جرمش که بوده 810 تقسیم بر چگالیش که بوده عدد 10. اومده ذوبش کرده، یه استوانه ازش ساخته، متأ استوانه حفره داره داخلش. استوانه حفره داره، حالا من شکل بخوام رسم کنم، این سطح مقطعشه، این داخل حفره است، اینجا هم که پره. پس حجم استوانه خودمون میدونستیم V مساوی میشد با A، یعنی سطح مقطعش ضرب در مساحتش. خب اینجا سطح مقطعش و مساحتش رو بخوام به دست بیارم، میتونم بنویسم P در R به توان 2 منفی R به توان 2 ضرب در یه H هم که آخرش داشت، اینجا 2ه. خب مشخصه این شعاع شعاع بزرگتره، یعنی از مرکز هستش تا بیرون، و اینم شعاع کوچیکتر هستش. به این میگن شعاع داخلی، به این میگن شعاع خارجی. من اینو پاک کنم دیگه، عددشو جایگذاری کنم. برای حجمش میگیم که عدد پی رو که بهمون داده بود میشه 3 عدد پی ضرب داره. اینجا قطر داخلی 2ه، قطر خارجی 4ه. حواست باشه اگه بهت قطر داد نصف کنی، چون تو اون رابطه باید شعاع رو جایگذاری کنی. پس شعاع خارجیش 2ه که به توان 2 میشه عدد 4، شعاع داخلیش 1ه که به توان 2 میشه همون عدد 1، ضرب در ارتفاعش که طول استوانه است رو میخوایم به دست بیاریم. از اینجا اینکه اینا اضافات پاکشون کنیم که قاطی نشه، 0 با 0 میره، 3 ضرب در 3 هم که میشه 9، از اینجا اشمون باید باشه عدد 9 که ضربش بشه 81، 9 سانتی متر، یعنی گزینه 4 میشه جواب سوالمون. بریم سراغ سوال بعدی. بهمون میگه مخروطی از دو مایع به چگالی های 1.2 و 0.8 درست شده. اگر چگالی مخلوط 900 کیلوگرم بر متر مکعب باشه، نسبت جرم مایع 1 به جرم مایع 2 کدومه؟ ببین سوالو که میخونی همیشه یه نگاه به ته سوال، خواسته سوال داشته باش که سوال ازت چی میخواد. خیلی وقتا اون خواسته ای که ازت میخواد و تو میتونی برای خودت ساده سازی کنی. الان همونی که گفتیم، گفته جرم مایع 1 به جرم مایع 2. یعنی من بگم اینجا m1 رو میخواد تقسیم بر m2. گفتیم توی این سوالا چیکار کنیم؟ مخرج رو 1 بده، بیا صورت رو به دست بیار که در واقع نسبتش رو به دست بیاری. پس در واقع جرم مایع 2 رو گرفتم، 1 مایع 1 رو همون m گرفتم، کارش ندارم. چگالی مخلوط رو مخلوط مساوی میشه با جرم کل، یعنی اگه چند تا ماده داشته باشیم میشه m1 به علاوه m2 به علاوه 3 تا نقطه، همون مخرجش میشه v1 به علاوه v2 به علاوه 3 تا نقطه، یعنی جرم کل تقسیم بر حجم کل. که اگر بخوایم به دست بیاریم اینجا، من بنویسم چگالی مخلوط رو بهمون داده 900 کیلوگرم بر متر مکعب. اگر بخوام مثل اون قبلی ها غیر استاندارد بنویسم، میتونم بنویسم 9 دهم. پس اینجا مینویسم 9 دهم مساوی شده با جرمامون که معلومه، یه دونه 1 گذاشتم خودم، یه دونه هم که جرمش بود عدد m که میخواستم به دست بیارم. حجم رو چی بنویسم؟ حجم ندارم. میدونیم طبق رابطه m مساوی با رو v، اگر حجم رو بخوام بنویسم میشه m تقسیم بر رو. پس برای مایع 1 جرمش چقدره؟ جرمش m1ه. مینویسم m تقسیم بر چگالیش هم که توی سوال بهمون داده 1.2 به علاوه. بعدی رو اگه نگاه کنیم چگالیش 0.8، جرمش هم که خودمون جرم مایع 2 رو 1 در نظر گرفتیم. پس میشه جرمش که 1 تقسیم بر چگالیش که بوده 0.8. از اینجا یه طرف این وسط این کنیم میشه 0.9 ام ضرب در ام تقسیم بر 1.2 که همون میشه 3m4 0.9 ضرب در 1 تقسیم بر 0.8 میشه 0.8 به علاوه 0.8 مساوی شده با 1 به علاوه ام دیگه، درسته؟ اینجا هم بنویسم 1 به علاوه ام.
خب از اینجا به بعدش این 3M4 بره سمت راست، سمت راست دونه M4 میمونه، این یک بیاد سمت چپ میشه 1/8، یعنی M4 مساوی شده با 1/8، یعنی M بوده 4/8 یا 1/2. گزینه 4 شو جواب سوالمون. این هم دیگه نوشتنش کاری نداره، ذهنی هم میشه انجام داد. بریم سراغ سوال بعدی. میگه مساحت شهری 84 کیلومتر مربع، اگر مساحت این شهر به صورت نمادگذاری علمی برابر با این مقدار باشه n کدوم هستش؟ خب اول باید تبدیل واحدشو انجام بدیم. کیلومتر مربع میخوایم تبدیل کنیم به متر مربع، پس من بنویسم 84 کیلومتر مربع مساوی شده با چقدر متر مربع. یه سوال، کیلو 10^3، چون توان 2 داره همین طرف هم هست دیگه، نیازی نیست جابجاش کنیم که همین طرفه. 10^3 ضرب در 2 میشه 10^6. پس علامت سوالمون میشه 84 ضرب در 10^6، که اگه بخوام به این صورت نمادگذاری علمی بنویسم یه رقم ممیز میزنم، اینجا هم میشه توان 7، یکی زیاد میشه. خب ان چقدر الان؟ ان توانمونه که عدد 7، یعنی گزینه 3 میشه جواب سوال. سوال بعدیش میگه که در کدام گزینه تمام کمیت‌های ذکر شده جزء کمیت‌های اصلی دستگاه اندازه‌گیری SI هستند؟ یک، بهمون گفته زمان درسته، دما درسته، گرما غلطه. زمان ثانیه، دما کلوین، گرما اصلی نبود، فرعی بود. دو، میگه شدت روشنایی کندلا درسته، جرم کیلوگرم درسته، اختلاف پتانسیل الکتریکی نه، اگر میگفت شدت جریان درست بود. مورد سه، مقدار ماده مول طول متر جریان الکتریکی آمپر درست. گزینه 3 میشه جوابمون. گزینه 4 بهمون گفته جرم، فشار و جریان الکتریکی. جرم درسته، جریان درسته، فشار اصلی نیستش، غلط. بریم سراغ سوال بعدی. میگه 26 ضرب در 10^-13 ترامتر مکعب چند پیکومتر مکعبه؟ بنویسم 26 ضرب در 10^-13 ترامتر مکعب. اینجا ترا متر مکعب میگه مساوی چند پیکومتر مکعبه؟ پیکومتر مکعب اینجا هم 3. خب پیکو 10^-12، ترا 10^12. 10^-12 بیاد این طرف میشه 10^-12، که با این 10^12 میشه 10^24. یه توان سم اینجا داریم میشه 10^24 ضرب در 3. پس این عدد رو باید ضرب کنیم توی 10^24 ضرب در 3 که میشه 72. خب از اینجا این میشه 26، 72 منفی 13 هم اگر حساب کنیم میشه 59. پس شد 26 ضرب در 10^59 یا گزینه 4. سوال بعدیش. خب چگالی مکعب توپر B 2/5 چگالی کره توپر A هستش. جرم کره A 36% از جرم مکعب B باشه، یه 36% کمتر از جرمش باشه، شعاع کره A چند برابر ضلع مکعب B هستش. همون چیزی که سوال گفته رو من دوباره بنویسم. چگالی مکعب میشه جرمش با حرف B نشون داده میشه M B تقسیم بر V B، مساوی میشه با 2/5. پس میشه 2/5 ضرب در چگالی کره توپر آ، پس میشه جرمش تقسیم بر حجمش. خب میگه جرم B 36 تا کمتر از جرم در واقع کره آ 36 تا کمتر از جرم B. ما هر وقت حرف از درصد میشه میایم یکی رو صد در نظر میگیریم. وقتی میگه جرم کره آ 36% کمتر از جرم مکعب B، یعنی اگه شما بیا جرم مکعب B رو 100 در نظر بگیری، جرم مکعب A 36 تا کمتره، پس میشه 64 تا. خب از اینجا برای حجمش A یه کره، حجمش میشه چی؟ میشه 4/3 پی آر 3، پی هم که 3، پس میشه 4 تا آر 3. و از اینجا حجم مکعب B مکعب، پس حجمش میشه 1^A/3. از اینجا بخوای حساب کنی اومده میخواد نسبت R به A رو به دست بیاری. الان R به توان 3 رو داری، A به توان 3 هم داری. اینا رو بیام یه طرف اینجا بنویسم میشه R تقسیم بر A به توان 3 مساوی میشه با این کسرمون
آر رو آوردم توی صورت این ور، صد بره توی مخرجش، پس مخرج اون طرف شد 5، ضرب در 4 ضرب در 100. و دیگه چی؟ اینجا هم که من اینو پاک کنم فقط که خلوت‌تر بشه، صورت اون طرفم یه دونه 2 ضرب در 64 داریم. اینم بنویسم 2 ضرب در 64، که اگر حساب کنیم از اینجا 4 به 64 میشه 16 مرتبه، 2 به 100 میشه 50 مرتبه. یعنی این شد 16 تقسیم بر 250، و اگر ساده کنیم به 2 میشه 8 به 125. حالا R تقسیم بر A به توان 3 شده 825. خب یه دونه زیر رادیکال با فرجه 3 ببریم میشه 2 پنجم یا 4 دهم. یعنی گزینه 2 شد جواب سوالم. سوال بعدی بهمون میگه که معادله مکان زمان رو داده، میگه در این رابطه x داره یکای متر و t داره یکای ثانیه ایه. و یکای آلفا و بتا رو ازمون خواسته که به دست بیاریم. خب دقت کنید اینجا x یکاش متره، پس همه اینا که بینشون جمع است همشون باید یکای متر رو داشته باشن. یعنی وقتی میگیم آلفا بخش بر t2، t2 خب t یکاش ثانیه، یعنی ثانیه به توان 2، پس آلفا باید یه دونه متر داشته باشه، یه دونه ثانیه به توان 2 داشته باشه که با این ساده بشه. پس آلفا شد متر ضرب در ثانیه به توان 2، که اگر نگاه کنید با همین آلفا به گزینه 1 میرسیم، هیچ کدوم دیگه گزینه اولش متر ضرب در ثانیه به توان 2 نیستش. سوال بعدی میگه که مطابق شکل طول جسمی توسط یک خطکش اندازه‌گیری شده، به ترتیب از راست به چپ رقم حدسی آن و خطای اندازه‌گیری این خطکش بر حسب سانتی متر مطابق کدوم گزینه میتونه باشه؟ رقم حدسی یعنی چی؟ یعنی شما اینجا 3.5 رو میبینی، دیگه حد زنه نداره، 4 هم میبینی، بین 3.5 و 4 رو نمیبینی، میتونی یه حدس بزنی. خب حدس بزنی واقعا بین 3.5 و 4 مثلا 3.7 هم در واقع حدس میزنی دیگه، درسته؟ اون هفته میشه رقم حدسی. پس توی گزینه ها مثلا گزینه 2 که 3 رو گفته غلطه، این 3 رو گفته غلطه، بین گزینه 1 و 3 میمونی. و دیگه چی خواسته؟ خطای اندازه‌گیری. خطای اندازه‌گیری یه وسیله مدرج، دقتش چقدره؟ دقتش نیم سانتی متره. خطا میشد مثبت و منفی 1/2، مثبت و منفی 1/2 در واقع نیم میشد 25 صدم دیگه، درسته؟ متو یه موردی شما وقتی گزارش داری مینویسی، الان خودت گفتی به من گفتی 3.7، 3.7 مثبت و منفی خطاش، این خطایی که اینجا مینویسی حتما باید با این هماهنگی داشته باشه، یعنی حتما باید یه رقم اشاره داشته باشه، درسته؟ یعنی مثلا میشه 0 ممیزه یه رقم x باشه، نمیتونه اینجا دو رقم باشه مثلا بنویسی 25 صدم. پس کاری که میکنی میای اینو گردش میکنی که با این همخونی داشته باشه، یعنی به جاش مینویسی مثبت و منفی 3/10، یعنی گزینه در واقع 3 میشه جواب سواله. خب آهنگ خروج آب از شلنگ آبی 250 سانتی متر مکعب بر ثانیه، این شلنگ رو در اون استخری خالی به گنجایش 3000 لیتر قرار میدهیم، پس از 2 ساعت چند درصد این استخر همچنان خالی میماند؟ خب یه سوالی آهنگ بهم داده، من اگه بیام آهنگ رو ضرب در زمان کنم اون حجم آبی که در واقع ریخته شده توی استخر رو بهم میده. آهنگ رو داده 250 سانتی متر مکعب بر ثانیه، 250 ضرب در زمان چقدره؟ بهم گفته 2 ساعت. حالا 2 ساعت رو باید بیام به ثانیه تبدیل کنم دیگه، پس میگم 2 ساعت ضرب در هر ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه هم 60 ثانیه. برای محاسبات راحت ترش این 250 رو اگر بنویسی 1/4 راحت تره. خب 1/4 بنویسی، یه مورد دیگه هم هستش، الان این حجمی که به دست میاری بر حسب سانتی متر مکعبه، ولی اینجا اومده به لیتر گفته، بیایم سانتی متر مکعب به لیتر تبدیل کنیم. چجوری به لیتر تبدیل میکنیم؟ من فقط اون در واقع فرآیندش رو بگم دیگه، از این بعد حفظ باشین که چجوری تبدیل کنیم. شما وقتی میگی سانتی متر مکعب، اگر بخوای به متر مکعب تبدیل کنی، به متر مکعب تبدیل کنی، میگی سانتی خودش 10 به توان منفی 2، چون توان 3 هم داره میشه 10 به توان منفی 6. پس اینجا باید توی 10 به توان منفی 6 ضرب کنی. متر مکعب رو بخوای لیتر تبدیل کنی، هر متر مکعب 1000 لیتره، پس باید توی 10 به توان 3 ضرب کنی. یعنی مجموعا اگر از سانتی متر مکعب بخوای برسی به لیتر، باید توی 10 به توان منفی 3 ضرب بشه. 10 به توان منفی 6 اینجاست، 10 به توان 3 اینجاست، ضربش میشه 10 به توان منفی 3. پس اینجا هم میتونم 3 تا 0 رو پاک کنم دیگه، میخوام ضرب کنم توی 10 به توان منفی 3، یعنی این 3 تا 0 بره.
از اینجا محاسبش انجام بدیم، 2/1/4 که میشه 2 توی مخرج، 62 هم که میشه 30، 30 تا 60 هم که میشه 1800 لیتر. خب 1800 لیتر آب پر شده، گفته چند درصد استخر خالی میماند؟ کلش 3000 تاست، 1800 تا پر شده، 1200 تا خالی داره. کلش چقدر بوده؟ کلش بوده 3000. میخوایم درصد بگیریم، ضرب در 100 میکنیم که از اینجا میشه 1200 تقسیم بر عدد میشه این صفرا که باید دیگه برن میشه 1200 تقسیم بر عدد 30 که میشه 120 سوم یا عدد 40. پس شد 40 درصدش خالی میمونه. گزینه 4 میشه جواب سوالم. خب سوال 27 به اون میگه شدت صوت یک بلندگو در فاصله معینی از آن بر حسب این یکهایی که داده شده بهمون داده. شدت این صوت بر حسب یکهای بین المللی SI کدوم هستش؟ خب بین المللی SI شما مثلا میلی جول رو باید به جول تبدیل کنی، هکتو ثانیه رو باید به ثانیه تبدیل کنی، میکرومتر مربع رو باید به متر مربع تبدیل کنی. خب میلی جول رو میخوای به جول تبدیل کنی، پس باید توی یک کسری کلن ضرب کنی اینو که میلی جول به جول میخواد تبدیل بشه، باید توی 10^-3 ضرب بشه. هکتو خودش 10^2. اگر هکتو ثانیه رو بخوایم به ثانیه تبدیل کنیم، باید توی 10^2 ضرب بشه. و میکرومتر مربع، میکرو 10^-6. اینجا که میگه مربع یعنی یه توان 2 هم داره، پس میشه 10^-12. یعنی اینجا هم شد 10^-12. خب این مساوی میشه با 10^-12 بیاد بالا با این 10^-3 میشه 10^-9. این هم 10^2 توی مخرجه، پس کلن باید توی 10^7 ضرب بشه. یا اگر توی 10^7 ضرب بشه میشه 2^4 در 10^5. گزینه 4 جواب سوالمون هستش. سوال آخر خیلی سوال قشنگیه، سوال واقعا قشنگیه، یعنی حتما استوب بزنید و روی سوال فکر کنید، ممکنه یکم وقتگیر باشه ولی اگر به نتیجه برسید خیلی عالیه. بهمون میگه چگالی فلز B در حالت مایع 2/3 چگالی فلز A هستش در حالت مایع. خب این که میاد نسبت میده، شما اگه نگاه کنید توی سوال عدد خاصی هم ندارید، وقتی نسبت میده شما بیا یه عدد فرضی واسه خود در نظر بگیر که توی ادامه سوال راحت تر باشی. یعنی من الان میتونم چگالی A رو روی A رو مساوی عدد 3 در نظر بگیرم و چگالی B رو بیام عدد 2 در نظر بگیرم. میگه جرمی برابر از دو فلز. جرمی برابر، خب بیام به جرمم عدد بدم دیگه، درسته؟ به جرم چه عددی بدم راحت ترم؟ شما هر عددی میتونید بدید، دارم میگم چه عددی بدم راحت تر حل میشه سوال. من تو ذهنم میگم از اونجایی که حجم میشد در واقع جرم تقسیم بر چگالی، یعنی اون جرم اگر به چگالیمون بخش پذیر باشه راحت تری. چگالیامون یکی 2ه یکی 3، پس بهترین عدد برای جرم عدد 6 دیگه، درسته؟ یعنی از هر کدوم از این مایه هامون 6 تا در حالت مایع با یکدیگر مخلوط میکنیم. اگر چگالی فلزهای A و B وقتی از حالت مایع تبدیل به حالت جامد میشن به ترتیب 10% و 5% افزایش بیابن. خب بیام چگالی حالت ثانویش هم به دست بیارم. گفته چگالی فلز A وقتی تبدیل شده به جامد، اسمشو بذارم رو پریم A، 10% زیاد شده. خب 3/10 میشه 1/10 دیگه، درسته؟ یعنی 3/10. 3/10 زیاد شده، پس شد 3/3. و برای مایع B گفته 5% زیاد میشه، یعنی اینجا رو پریم B اگه بنویسم مساوی میشه با این 10^2 میشه میشه 1/10 دیگه، درسته؟ یعنی میشه 2/10. 5% نصف بشه یعنی 1/10، یعنی 2/1 اضافه میشه میرسه به 2/1. حالا بهمون گفته که چگالی آلیاژ یعنی همون چگالی مخلوط چند برابر چگالی فلز B هستش. خب چگالی آلیاژ اگه بخوام به دست بیارم مینویسم جرم کلش چقدر بوده؟ 6 گرم از هر کدوم از دوتا بوده دیگه، درسته؟ یعنی مجموعه میشه 12 گرم. حجم چقدر بوده؟ حجم رو خواستیم به دست بیاریم میگفتم میشد جرم تقسیم بر چگالی، یعنی جفتشون که 6 گرم بودن باید تقسیم کنیم به چگالیاشون که حجم رو بهمون بده. خب یکی در واقع چگالیش بود 3/3، یکم بود 2/1. خب 3/3 بیاد توی مخرج، میتونم اینجا رو بنویسم 33، این صفرش بیاد بالا، یعنی این 2/1 هم همینطور، این 21 توی مخرجه، اون ممیزش اومد بالا شد 60.
خب گفته این چگالی آلیا چند برابر چگالی فلز بی در حالت جامده. چگالی فلز بی در حالت جامد شد 2.1. شما میخواید تقسیم کنید به 2.1. تقسیم کنید به 2.1 یعنی تقسیم بر 21. تقسیم بر 21 هم یعنی ضرب کن توی 10 21. پس این ضرب بشه توی 10 21. خب برای اینکه جا بیشتر داشته باشم برای محاسبهش اینا رو پاک کنم. الان اگه نگاه کنید اون کسر اولی که نوشتید هست 12 تقسیم بر 2 تا کسر دیگه. پاکم. خب ادامهشو بریم اشکال نداره. خب الان اینجا میتونید ساده کنید بگید 12 به 12 میشه 1 مرتبه 60 و 60 به 12 جفتشون میشن 5. اینجا شد 5 اینجا شد 5. حاصل این مخرج این کس مخرج بخواید به دست بیارید 5 33 به علاوه 5 21 این مخرج مشترکش میشه 21 ضرب در 33 دیگه. درسته؟ این چون مخرج کسره یه در واقع دور در دور نزدیک در نزدیک میشه دیگه. پس میاد اینجا میشه 21 ضرب در 3 33 صورتش شد 21 ضرب در 33 و مخرجش رو اگه نگاه کنیم میشه 21 ضرب در 5 33 ضرب در 5 جمع کنیم با هم دیگه. پس از یه دونه 5 فاکتور بگیرم میشه 21 به علاوه 33 که مجموعا میشه 54. این ضرب شده توی 10 21 ضرب شده توی 10 21. از اینجا 21 با 21 ساده میشه دیگه. میتونیم بگیم 33 به 3 میشه 11 مرتبه، 54 هم به 3 میشه 18 مرتبه، 18 به 2 میشه 9 تا، 10 به 2 میشه 5 که با این 5 ساده میشه. یعنی توی صورت کسرمون یه دونه 11 مون، مخرج کسرمون عدد 9 مون، یعنی گزینه 2 میشه جواب سوالمون. چون سوال خیلی خوب بود یه بار دیگه هم بگم. بهم میگه چگالی فلز بی 2/3 آ، پس چگالی آ رو 3 گرفتم، چگالی بی رو عدد 2 در نظر گرفتم. میگه جرمی برابر، جرمی برابر فکر کن چه عددی بدی راحت تری. من فکر کردم گفتم جرم در واقع حجم میشه جرم تقسیم بر چگالی، پس جرمو 6 بدم راحت ترم چون 6/3 میشه 2، 6/2 میشه 3. در حالت مایع با یکدیگر مخلوط میکنیم. چگالی فلزهای آبی وقتی از حالت مایع تبدیل به حالت جامد میشن انقدر تغییرات دارن. آ 3 بود 10% تغییر کرد، 0.3 اضافه شد شد 3.3. بی 2 بود 5% اضافه شد یعنی 0.1 اضافه شد شد 2.1. چگالی آلیاژ رو به دست بیار. چگالی آلیاژ میشه مجموع جرمشون، 2 تا 6 گرم بود شد 12 گرم. توی مخرجم میخوام در واقع حجم رو به دست بیارم، پس می نویسم جرمش تقسیم برای چگالیش برای مایع آ و برای بی هم می نویسم برای در واقع فلز دی جرمش تقسیم برای چگالیش. جرمشون که 6 بودن، چگالیاشون هم که به دست آوردیم این 33 و 21 رو توی مخرج نوشتیم، ممیزشون هم اومد توی صورت. ساده کردیم 12 به 60، حاصل این کسر رو حساب کردیم. گفته چند برابر چگالی فلز بی در حالت جامده. چگالی فلز بی در حالت جامد 2.1. میخوایم تقسیم کنیم به 21، یعنی ضرب کنیم توی 10 21 که حاصلش هم حساب کردیم شد 11. خب این آزمون هم تموم شد. یه بار دیگه پیشنهاد میکنم که اگه این ویدیو رو دیدید دو روز دیگه سه روز دیگه یه بار دیگه سوالا رو برای خودتون حل کنید. این آزمون قلمچی خیلی چیز خاصی غالبا نباید داشته باشه، یعنی شما اگه بدون استرس برید سر جلسه باید با یه درصد خوبی بیاید بیرون دیگه. اگرم انتقاد پیشنهادی چیزی بود میتونید به آیدی پشتیبانی توی کانال فیزیکمون آیدیشو گذاشتیم، اونجا انتقاد پیشنهادی چیزی بود در خدمتتون هستیم. امیدوارم که خسته نشده باشید. موفق باشید بچه‌ها.